أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المهديين. عليك السلام ورحمة الله. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. خداوند علی اعلا در قرآن عظیم الشان که همه نیازها و احتیاجات انسان را بیان کرده، در باره تقوا کلمات و توصیه ها و توجه ویژه ای دارد. از جمله فرمایش خداوند که بسیار عمیق و سرنوشت ساز است این است که اگر کسی در زندگی اهل پروا باشد و اهل تقوا باشد، نتیجه این برنامه‌ریزی و این پروا پیشه کردن این است که این انسان به یک جایگاه میرسد و به یک نقطه و قله میرسد که تشخیص حق از باطل را میتواند پیدا کند، و این بسیار عظمت است، بزرگی است که انسان بتواند با رعایت تقوا به این مرحله برسد. ما در لحظه لحظه زندگی گرفتار این مقوله و این حادثه هستیم. خیلی ها خودشان را حق میدانند، مدعاشان را حق میدانند. خداوند میفرماید این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید و اهل پروا باشید، خداوند شما را به این جایگاه می رساند. لذا امیر المومنین علیه افضل و صلوات المسلین بسیار با دقت و
با هدفمندی این موضوع را در سخنانشان دنبال کردن، فرمودن تقوا را حفظ کنین، با تقوا خودتان را از هر خطر و ضرری محافظت کنید. امید است هممون به این توصیه و این نکته توجه داشته باشیم. در هفته گذشته بحث را مطرح کردیم، به خاطر اهمیت اون بحث این هفته هم نکات را در ارتباط با اون نکته و موضوع پی میگیریم. مقدمه بحث این است که خداوند در آیات قرآن بحث علم و دانش را با عظمت بیان کرده. در یک خطاب می‌فرماید کسانی که آگاه هستند با کسانی که آگاهی ندارند یقیناً برابر نیستند. انسان‌های آگاه، انسان‌های با درک و انسان‌های با فهم کسانی هستند که از خدا می‌ترسند و نگرانند، اهل خردند، اهل لب و اندیشه هستند. خیلی آیات در قرآن بحث علم را مطرح می‌کنه. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند یک ساعت نشستن در مجلس علم باعث می‌شود خداوند خطاب بکند به انسانی که در محضر عالم نشسته. جلست الی حبیبی، انسانی که رفتی به دیدن عالم و در مجلس مذاکره علم حضور پیدا کردی، در مجلس دوست و حبیب خدا نشستی و حضور پیدا کردی. گاهی در بیانات رسول الله مطالب بالاتر از این هاست. پیامبر به جناب ابوذر فرمودن یا ابوذر والجلوس ساعتن عند مذاکره العلم، یک ساعت نشستن در جلسه‌ای که انسان چیزی یاد بگیرد در پیشگاه خداوند از شب زنده‌داری هزار شب با ارزش‌تر است. خب موضوع را دنبال نمی‌کنیم، فقط خواستم اهمیت قضیه را مطرح بکنم. این همه روایات، این همه آیات درباره علم، کدام علم است؟ آیا همین علومی که چیزهایی را که خوب است تشخیص بدیم، چیزهایی که بد است اونها را بشناسیم؟ به تعبیر دیگر تشخیص خیر از شر و هدینا و نجدین، ما هر دو راه را به انسانها آموزش دادیم، انسانها را به شناخت خیر و شر آگاه کردیم. مسلم به این اندازه تشخیص خیر از شر مهم نیست که ما به جایی برسیم که اگر کسی آمد به دیدن ما، به دیدن حبیب خدا آمده باشد. چرا؟ چون خداوند امکانات را در اختیار ما قرار داده، در اختیار انسان ها قرار داده. خیلی از انسان ها به راحتی می توانند خیر را از شر تشخیص بدهند. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اساسا خداوند انسان طور خلق کرده که خوب از بد تشخیص میده. پس کدام عالم است که خدا میفرماید اگر در مجلس او نشستی، در مجلس حبیب من نشستی؟ نشستن در محضر او از عبادت هزار سال بالاتر است. یک نکته مهم برای رسیدن به این موضوع، در مجلس انسان آگاه و انسان روشن و خردمند انسان حضور پیدا بکنه که مسیر زندگی انسان را متحول بکنه. و الا خیلی از کلمات، خیلی از عبارات را افراد زیاد حفظن، از بر دارن، میتوانن بگن،
حتی منتقل کنن، اما یقینا اون مطالبی را که عرض کردم ناظر به ارتباط با اونها نیست، ناظر با مذاکره به مذاکره با اونها نیست. ما در بحث مسائل اخلاقی هفته گذشته عرض کردم دو تا شناخت لازم داریم. یک شناخت خب خیر از شر و خوب از بد، این را خیلی ها دارن و این خیلی مهم نیست، البته به اون معنا نیست که ارزش نداره. مثل این میمونه که ما گاهی با قرآن عقیده داریم، خب این عقیده خوبیست، اما گاهی تلاشمون بر این است که با قرآن عمل کنیم. اینه که قرآن از جانب خداوند به پیامبر نازل شده، کسی نمیتواند شبیه قرآن بیاره، ده تا سوره مثل قرآن بیاره، ده تا آیه مثل قرآن بیاره. خب این عقیده خوبیست اما باعث سعادت ما نمیشه. اونی که باعث سعادت ما میشه عمل به قرآن است. حالا هم ارتباط ما با اون عالمی زندگی ما را متحول میکنه که او در تزاحم بین موضوعات، در تقابل بین موضوعات ما را بتواند در مسیر درست هدایت بکنه. اینجا نکته مهمی است. تشخیص نیک از بد کار سختی نیست. تشخیص نیک و نیکتر و بد و بدتر، در عبارت دیگر و به بیان دیگر، اگر دو عامل اخلاقی با هم در تزاحم بودن، در تقابل بودن، انسانی که بتواند خودش و دیگران را در مسیر صحیح راهنمایی کند، اون انسان انسان با ارزشی است. نشستن با او میتواند ما را نجات بدهد. نشستن در مجلس او، نشستن در کنار حبیب الله است. در هفته گذشته یک مورد بازگو کردم، دیگه تکرار نمی کنم. جریان همسر عثمان ابن مزعون بود که آمد خدمت رسول الله و وجود نازنین رسول الله با ناراحتی از جا حرکت کردن، قضیه را دنبال کردن. من زیاد اون قضیه را لازم نمی دانم دو مرتبه تکرار بکنم، یک مصداق را اینجا عرض میکنم و دو سه تا نکته را توضیح بدم. شخصی است خدمت امام صادق علیه السلام رسید، از شاگردان حضرت صادق علیه السلام است، به نام اسحاق ابن عمار. دخلت علی ابی عبدالله، میگوید رفتم زیارت امام صادق علیه السلام. فنظر الی بوجه قاطب، حضرت یه نگاهی به من کرد، نگاه خشمگین، نگاه در واقع از روی ناراحتی و حسرت، به تعبیر معروف با چهره گرفته، یعنی از نگاه حضرت متوجه شدم حضرت از من ناراحت است. فقلت من الذی غیرک لی، به حضرت عرضه داشتم آقا چرا نسبت به من نگاه شما عوض شده، برخورد شما با من تفاوت کرده. امام معصوم علیه السلام قال الذی غیرک لاخوانک، همه مطالب را که عرض کردم همینجا محل شاهدش است، همینجا محل فهمیدنش است. حضرت فرمود اگر برخورد من با تو عوض شده، به خاطر این است که برخورد تو با برادرانت عوض شده، با مردم عوض شده. چون تو ارتباطت با مردم عوض شده، شیوهی برخوردت، نحوهی برخوردت با مردم عوض شده، من وظیفه دارم با تو این گونه برخورد کنم. بلغنی یا اسحاق، حضرت فرمود به من گزارش دادن اسحاق ابن عمار،
انک اقعدت ببابک بوابا، و من گزارش شده که تو دم در خانه‌ات کسی را گذاشتی، نگهبانی، یک مسئولی را اونجا موظف کردی، یرد عنک فقراء الشیعه، این نگهبان تو اجازه نمیده که نیازمندان فقرا به تو دسترسی پیدا بکنن، با تو صحبت کنن، عرض حال کنن، مشکلاتشان هم مطرح کنن. تا اینجای ماجرا خب خیلی مهم نیست، بحث تزاهم مطرح نیست. بعد آقای اسحاق ابن عمار به امام صادق عرضه داشت آقا من این کار را کردم یک هدف مقدسی داشتم، من نیت خیری داشتم. حضرت فرمود چی نیت خیری؟ گفت آقا من یک کسی را گذاشتم کسی بر من وارد نشه، مرا نبینه، تا من مشهور نشوم، به تعبیر امروزی ها چهره نشوم، زبان زد عام و خاص نشوم. علت این که من کسی را گذاشتم، فقلت جعلت فداك انی خفت شهره، من ترسیدم که سرشناس بشوم، بزرگ شوم، ارتباط مردم با من باعث این شهرت میشد. فقال، امام صادق فرمود تو در تشخیص دو مزاحم یا متزاحم به سمت حق نرفتی، به سمت ثواب نرفتی. حضرت فرمود از شهرت میترسی اما از بلا نمیترسی؟ فلا خفت البلیه، چرا نمیترسی که گرفتار بلا شوی؟ چرا نمیترسی که گرفتار مصیبت شوی وقتی مردم با تو رابطه نداره، ارتباط تو با مردم تأمین نیست؟ نه تنها مشکل مشهور شدن مطرح نیست، مشکل بالاتر مطرح است، تو گرفتار بلا میشی، گرفتار مصیبت میشی. اسلام همه سعی و تلاشش این است که رابطه ها حسن شود، زمینه ارتباط انسان ها با همدیگر فراهم شود. علمی که ما کسب میکنیم، اخلاقی را که ما این همه به او احترام قائلیم، انک لعلی خلق عظیم، همه اینا بستری است برای خوب شدن زندگی ما. حضرت در ادامه فرمودن و ما علمت ان المؤمنین، تو نمیدانی وقتی دو انسان باورمند اذا التقیا، وقتی میرسن به هم دیگر، اینها احوال هم دیگر را میپرسن، مصافحه میکنن، جویای مشکلات از زندگی هم دیگر میشوند، انزل الله عز وجل الرحمت علیهما، خداوند رحمتش را بر این دو انسان نازل میکند. در اینجا میبینیم اسحاق ابن عمار مورد تذکر جدی امام صادق علیه السلام قرار گرفت. چرا؟ چون در تشخیص دو فعل اخلاقی کمیتش لنگ شده بود. متاسفانه امروز ما در جامعه به کسانی به چهره عالم نگاه میکنیم، کسانی را رهبر اجتماعی و رهبر مردم میپنداریم که اینها در این تشخیص ضعیفن. نمیشه با آیه قرآن خواندن مشکل زندگی مردم حل کرد، نمیشه فقط با ترجمه حدیث همه چیز، همه دردها درمان بشه. آقا این کار بده، خیلی خوب بده، همه میفهمن بده، مهم آن است که یک انسان در جامعه بتواند مردم را از عمل کردن به بد مانع شود. این کار خوبه، خیلی ها میفهمیم خوبه، باید یک کسی را پیدا کنیم که
ورود و خروج ما، رفت آمد ما، نشست و برخاست ما در کنار او ما را وادار به عمل خیر بکنه. چنین انسان است که پیغمبر فرمود اگر کنار او نشستی جلست فی مجلس حبیبی، در مجلس حبیب من نشستی. امروز ما به این قضیه به شدت نیازمندیم، مخصوصا در شرایطی که زندگی میکنیم فاصله ها زیاد شده. متاسفانه این باورها کم شده و این روابط از اون اثرگذاری و پویایی که باید داشته باشه بی بهره شده. من در ادامه این بحث نکته ظریف دیگری را عرض میکنم و خطبه اول را خیلی طولانی نکنم. کدام انسان میتواند در این مرز، در این نقطه حساس و سرنوشت ساز بتواند جلودار باشد، رهبر و راهنما باشد و نگاهی به چهره او عبادت باشد و نگاهی به در خانه او عبادت باشد؟ دو چیز اینجا ما را کمک میکنه: یک، عقل و خرد کامل، یعنی ما باید از فهم بالای برخوردار باشیم، همونی که قرآن مکرر به او سفارش کرده تحت عنوان تعقل، تفکر، اولوالالباب، صاحبان خرد. یک عقل صائب لازم است، یک فکر روشن و تأیید شده لازم است در این میدان ما را یانی بکند. در کنار او سند و درستی کلمات که از پیامبر و حضرات معصومین علیهم السلام میتواند ما را یاری بکنه، میتواند دست ما را بگیره. لذا امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن یک حدیث را بفهمین. شاید تمام این نکات که عرض کردم در این عبارت بتوان پیدا کرد. فرمود یک حدیث بفهمین بهتر از آن است که هزار حدیث نقل کنین. نقل حدیث مشکل مردم حل نمی کنه. اونی که مشکل مردم حل میکنه فهم است. حدیثون یدرونه، یک حدیث بفهمیم خیرون بهتر است من الف یرونه، از هزار حدیثی که ما نقل کنیم. نمیگم نقل حدیث ارزش نداره، اعتقاد به قرآن ارزش داره، اما عامل نجات عمل به قرآن است. نقل حدیث، خواندن حدیث، همه اینا ارزش داره، اما اونی که اگر کنار کسی نشستیم، در کنار حبیب الله قرار گرفته ایم، آن است که در این تزاحمات دست ما را بگیرد و ما را به اون مسیری که رضای خدا هست و سعادت ما در اون هست به اون مسیر هدایت کند. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سوره مبارکه زمر آیه 9 خدا به پیغمبر میفرماید یا رسول الله بگو هل يستوي الذين يعلمون، آیا اونهایی که میدانند، والذين لا يعلمون، اونهایی که نمیدانند با هم برابرند؟ مسلم برابر نیستن. به یقین این اون فهم اولی تشخیص خیر از شر را نمی گوید. چرا؟ چون در ادامه می فرماید انما یتذکر اولو الالباب، فقط صاحبان خرد و صاحبان اندیشه می تواند این مقوله را درک کند. لذا در زیارتنامه ها
در دعاها، در مناجاتها بیشتر ما را به این سمت هدایت کردند. اللهم ارزقنا عقلا کاملا و لبا راجها و عزا باقیا و ذکر و قلبا زکیا و عملا کثیرا و ادبا بارعا. خدایا به ما عقل عنایت فرما، به ما اندیشه وزین و سنگین مرحمت فرما، به ما عزت ماندگار عنایت فرما، قلب ترسا و قلب با پروا نصیب ما بفرما، عمل زیاد و ادب مورد پسند و توجه جامعه نصیب روزی ما بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. در خطبه دوم یکی دو تا مناسبت تاریخی است، با اونها هم میپردازم و اشاره خواهم کرد. مسائل اجتماعی، مسائل روز، چی مربوط به یک کشور و چی مربوط به جهان اسلام، از موضوعات است که باید در نماز جمعه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. حکمت ارزش بالای نماز جمعه بیشتر در همین معیار و در همین در واقع دیدگاه و نظر وجود دارد، چرا که خداوند از این عبادت تعبیر به ذکر می کند: اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله، و حضور در این ذکر را می‌فرماید با سعی و تلاش انجام بگیرد تا همه بتوانند در فضای روشن و در تحلیل نافع برای جامعه قرار بگیرند. اولین موضوعی را که مطرح می‌کنم و در ادامه مسائل مربوط به افغانستان و سایر نقاط جهان اسلام عرض میکنم، بحث تبدیل شدن اسلام حراسی به یک صنعت است. اگر دقت کرده باشیم به نشریات رسانه ها در فضاهای مجازی، در فضاهای نشراتی، هم از صوتی، تصویری و قلمی، میبینیم که به اشکال مختلف در دنیا یک برنامه‌ای دنبال میشه تحت این هدف و این عنوان که اسلام را یک باور که باعث وحشت، باعث رعب و باعث نگرانی مردم است معرفی کنند. یعنی
وقتی دقت میکنیم من حیث المجموع به گزارشات میبینیم این مقوله خیلی جدی است. هرچه سالها میگذره، زمان میگذره، ما میبینیم این مقوله جدیتر میشه، منظمتر میشه، کلانتر میشه. مثلا شما 2 دهه قبل اگر کسی یادش بیایه به یاد بیاره به یه حدی که امروز هست، اینقدر تبلیغ علیه اسلام نبود. اما امروز متاسفانه بد معرفی کردن اسلام نه به عنوان یک باوره، به عنوان یک برنامه است، به عنوان یک صنعت است. همطوری که تولید خیلی از نیازمندی های بشر یک صنعت است، موبایل و هواپیما و موتر و سایر اقلامی که ما نیاز داریم منبع درآمد است. الان در دنیا بد معرفی کردن اسلام شده یک صنعت، یک پروژه. خیلی ها تلاش میکنن این کار را بکنن و این صنعت تبدیل شده به یک حرکت مشترک جهانی. حدود 39 سازمان در دنیا این قضیه را دارن دنبال میکنن، روز به روز هم با آمارش افزوده میشه. و جالب است بدانیم سرمایه های کلانی هم از این کانال نصیبشان میشه. من خواستم به عنوان یک خلاصه اشارهی به این قضیه به همین اندازه بسنده بکنم. متاسفانه با اینی که دشمن یک برنامه اینطوری داره، بعد انشالله دوستان که اهل مطالعه هستن مطالعه کنن. مع الاسف خود ما مسلمان ها به این مقوله توجه نداریم. یعنی خیلی وقتا حرکت مسلمان ها مؤید این قضیه است، دیگرها به شکل یک برنامه منظم اسلام بعد معرفی میکنن. جامعه اسلامی در قالب اختلافات مذهبی، در قالب تعصب های قومی خونی، در قالب اختلافات فقهی به این مقوله دارن کمک میکنن. یعنی آب با آسیاب دشمن میریزن، غافل از این که دشمن اساسا این فرایند مدیریت میکنه. حتی در جوامع اسلامی نماینده دارن، آدم دارن، اکیپ دارن، گروه دارن، زمینه هایی که بتوانن اسلام بد معرفی بکنن اینها را برجسته میکنن. نمونش مثلا گاهی یک حرکت مذهبی را حالا تیغ زدن، خب این یک باوره، این را برجسته میکنن، میگن ببینین اینا اسلام هم. برخورد با خشین با زنها، خب اسلام که نمیگه زن ستیز باشیم. توی روایات که از پیامبر داریم فرمودن زن را جز انسان پست آزار نمیده. زن آزار انسان پست است. خودش فرمود خیرکم خیرکم لعیاله و انا خیرکم لعیاله، بهترین شما کسی است که بیشترین محبت به خانوادش داره. من از همه شما بیشتر به خانوادم محبت دارم. خب یک عده با زن برخورد بد میکنن، ایره دشمنان ما برجسته میکنن، بزرگ میکنن، به نمایش میگذارن. ما باید در این مقوله خیلی جدی باشیم، خیلی کلان فکر کنیم. من به عنوان یک مسلمان که بخشی از کارم بررسی، خواندن و شنیدن این موضوعات است، چون شرایطی را که در زندگی دارم ایجاب میکنه، اگر حرف دلم را بخواهم به همه برسانم باید کشورهای اسلامی مخصوصاً
هر کشوری که در قالب یک حکومت مدیریت میشه، رهبری میشه، هدایت میشه، یک برنامه جدی در این مقوله داشته باشه. هر حرکتی که وسیله میشود برای معرفی کردن اسلام به شکل خشن که باعث شود دیگرا از این صنعت بهره ببرن، این باید مدیریت میشه. تنها مسائل امنیتی استخباراتی نمیتواند حیثیت ما را حفظ بکنه. مدیریت این موضوعات که عرض کردم کمتر از اونها نیست. متاسفانه ما میبینیم لحظه به لحظه در کشورهای اسلامی این وضعیت بدتر داره میشه. خبری را که عصر روز چهارشنبه شنیدیم، در شهر شیراز در زیارتگاه معروف حضرت شاه چراغ علیه السلام، برادر امام هشتم علی ابن موسر رضا علیه السلام، گزارش شد که در حال نماز یک ترورست علاقی هست. نحوه این جنایت چی بوده با اونا کار ندارم. در آستانه نماز وارد یک فضای معنوی، فضای زیارتی میشه و نمازگزاران زائرین را برگبار میبنده. خب یک قضیه مسئله ناامنی است، مسئله کشته شدن است، مسئله خلاصه مصیبت است، اما یک قضیه این است که با این حرکت اسلام یک باور خشن معرفی میشه. کسی نمیایه در کشورهای غربی تحلیل بکنه که این عامل کیست. میگن در کشور اسلامی، در زیارتگاه، در محل برنامه نماز جماعت این قضیه صورت گرفته. پس معلوم میشه اسلام یک دین است که باید از او ترسید. یا نمونش که باز روز پنجشنبه در کشور خودمان اتفاق افتاد، در هرات وزارت دفاع امارت اسلامی خبرنامه ای را نشر کرد که تعداد از مسئولین قول اردوی فاروق در هرات مورد حمله قرار گرفت. تعداد 5 نفر کشته شدند و به شهادت رسیدن. عاملش کیست؟ یک انسانی که از کنار راه عبور میکنه و از وسیله نقلیهش تیراندازی میکنه، عده ای را که نمیشناسه یا اگر میشناسه به چه هدفی او را هدف قرار میدهد. خب از این عمل کرد دنیا چی برداشت میکنه؟ کشورهای اسلامی محل خشونت است. اسلام دینی است که باید از او ترسید. چرا؟ چون خیلی آمدن به این نقطه رسیدن که اسلام در حال گسترش است. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، بالاتر از اسلام وجود نداره. حقیقت اسلام اگر معرفی شود انشالله او فتح را که به ما خبر دادن اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مردم گروه گروه وارد می شوند و من معتقدم این کار شده نیست. انشالله ما شاهد این حضور سیلاسای انسان ها به جانب اسلام هستیم. اما متاسفانه امروز خیلی از مشکلات را که داریم می بینیم از بی‌توجهی به این مقوله است. من آخرین نقطه اجتماعی را که باز مربوط میشه به افغانستان عرض بکنم و مناسبت های مذهبی را دنبال بکنم. ما همه معتقدیم انسان از نظر اسلام دارای آزادی هاست، لا اکراه فی الدین،
آزادی ابعاد مختلف داره. آزادی عقیده، کسی حق نداره برای این که کسی چیزی را قبول کرده او را در تنگنا قرار بده. آزادی بیان، آزادی مسکن، آزادی شغل، آزادی های فعالیت های اقتصادی اجتماعی، اینها همه در جامعه اسلامی محترم است. اما تا کدام مرز؟ معلومه تا جای این آزادی ها محترم است که به دیگران ضرر نرسه. حالا اگر در جامعه اسلامی یک کسی بیا یه ربا بخوره، ربایی که هممون میفهمیم در اشکال مختلف میشه این جریان دید، اینجا اسلام اجازه نمیده. چرا؟ چون ربا جنگ با خداست. ما نمیتونیم بگیم که این قانون جلب آزادی را گرفت. به همین دلیل است که موضوع آزادی از موضوعات است که بیش از 200 معنا برای او شمردن. ما در مسائل اقتصادی، ما در مسائل استفاده از مواهب طبیعت، از زندگی تا جایی آزادیم که دیگران را ضرر نزنیم. نمیشه یک آقایی بیایه از طبیعت طوری استفاده بکنه که همه آسیب ببینن، برای که خانه او مثلا در رفاه باشه همه خانه ها در عذاب و شکنجه باشه، برای که او از مثلا آب استفاده کنه دیگرا از آب آلوده استفاده بکنه، یکی شدنی نیست. پس آزادی ها باید باعث آزار و محروم شدن دیگران نباشد. آخرین نکته ای که با این مقدمه ای که عرض کردم، سفر آقای ریچارد بن، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل، که حدوداً 12 روز در افغانستان حضور داشت، وقتی برگشت گزارشی را در جمع شرکت کنندگان در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. خب صحبت‌هایی را مطرح کرد که این گونه بیان کرد، اون چی که در افغانستان هست باعث در واقع نگرانی کامل است. ما ضمن این که به همه مسئولین خوشبینیم و همیشه این مسئله را دنبال کردیم که مشکلات رو باید مدیریت کنیم، روابط رو با دنیا باید توسعه بدیم. شرایط طوری نیست که ما بتوانیم در قالب یک کشور و یک ملت تنها و بدون ارتباط زندگی بکنیم. رابطه لازم است. اینی که گزارشگر همه مقوله ها را منفی معرفی میکنه، اینم یک حقیقت است که واقعیت نداره. مسلم فراز و فرودهای وجود داره. یکی از موضوعات را که خیلی برجسته کرد، مسئله بسته بودن بیش از 400 روز از سالی که پشت سر گذاشتیم و بیش از یک سالی که مدرسه های بالاتر از صنف 6 یا از 6 به بالا را مطرح کرد. ما ضمن این که در گذشته ها به این قضیه خلاصه توجه داشتیم که اسلام با آموزش و یادگیری مخالف نیست. چه زن چه مرد باید اون چیزی که نیاز داره یاد بگیره. بعضی از موضوعاتی که مطرح است یک حقیقت است، اما
اون چرا که همه را به شکل منفی معرفی کنن این واقعیت نداره و مسلم است که باید از حریم خودمان دفاع کنیم و این دفاع راه حلش این است که رسانه های ما حق گزارش و حق انتقال از خیلی از مقوله ها را داشته باشند. آخرین موضوعی را که مطرح میکنم، امروز دوم ماه ربیع الثانی است. در ماه ربیع الثانی در اول ماه و همینطور در دوم ماه دو تا جریان تاریخی داریم که من هر دو تا را خیلی خلاصه بازگو میکنم. یکی از این دو جریان قیام توابین است. میدونین آقای امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری مظلومانه به شهادت رسید، در یک حرکت با حضور 8 روزه در سرزمین کربلا از دوم محرم در روز عاشورا به شهادت رسید. اما به ظاهر دشمن فکر میکرد که ماجرا ختم است. سید الشهدا علیه السلام اون چرا که لازم بود پیش بینی کرده بود و پیش بینی های حضرت یکی پس از دیگری جواب داد و بروز کرد. در سال 65 یعنی حدودا 4 سال و چند ماه بعد از شهادت آقای امام حسین علیه السلام یک جریانی به وجود آمد به نام توابین. اون عدد را که تاریخ می نویسد حدود 16,000 نفر آغازگر این ماجرا بودند. اینها به سرکردگی و زعامت سلیمان ابن سرد آمدند در دوم ربیع الثانی از مرکز شهر کوفه حرکتشان آغاز کردند، آمدند کربلا کنار قبر آقای امام حسین علیه السلام و اونجا گریه کردند، اظهار ندامت کردند، اظهار خسارت کردند و با قبر آقای امام حسین علیه السلام وداع کردند. میگویند در اونجا چنان ماجرا دلسوز و خلاصه جگرخراش بود که تاریخ تا اون لحظه چنین خلاصه سوز و ندامت و اندوه را به خود ندیده بود. از اونجا بود که سلیمان ابن سرد با یاران و توابین حرکتشون آغاز کردند و با ابن زیاد درگیری ها شروع شد و این ماجرا یکی از پیشبینی هایی بود که می شد و بعد از اون قیام ها یکی پس از دیگری آغاز شد که امروز الحمدلله ما می بینیم شناخت آقای امام حسین بالاتر از اون چیزی است که پیشبینی می شد، حرکت بالاتر از ملت ها و مرز ها در جریان است که ما هر سال شاهد این حرکت و این ملت سازی هستیم. خدایا ما را از منتظران اون عزیز محسوب بفرما. امنیت همه مسلمین ملت ما بیش از پیش تأمین بفرما. خدایا به محوریت قرآن دلهای ما را به همدیگه نزدیک و مهربان بگردان. توطئه‌های دشمنان به خودشون برگردان. خواهران و برادرانی که با حضورشان نماز جمعه را یاری میکنن عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. سلام.